سلام، خوش آمدید به رادیو اکتیو زون. امروز خواهیم ترک اگه من خدا بودم از پوریا پوتک رو هم گوش بدیم. این ترک نسبتا قدیمیه، حدود 5 سال پیش، 5 6 سال پیش اومده بیرون، ولی از آلبومیه که خیلی از آهنگاش با آلبوم چنگار نمیدونم یعنی چی. سری بریم و بیام و این ترک رو هم گوش بدیم. اگه اینجا هستین که بگین آقا دوباره پوتک، درست اومدید. امروز بازم میخوام از پوتک گوش بدیم. چرا؟ چون پیشنهاد میدید، چون استقبال میکنید. وقتی ببینم 200 تا کامنت خورده، 148 تا دارن میگن پوتک برو، نمیدونم 3 نفر میگن از فلانی برو، 2 نفر میگن از فلانی برو، خب 100% من میذارم اینقدر پوتک برم تا دیگه چیزی نمونه، بعد بگم از یه آرتیست دیگه برو. ولی هنوزم من بازم میگم اگه آرتیستی هست که من ببینم توی کامنت ها که خیلی میبینم اسمش هست، یا آهنگ به خصوصه که نشنده باشم و خیلی توی کامنت ها ببینم، حتما گوش میدم و روش ریاکت میرم. اما این ترک اگه من خدا بودم، بریم ببینیم داستانش چیه دیگه. یا آهنگ نسبتا بلنده، حدود 5 دقیقه که از پوتک خیلی کم میبینیم. اگه من خدا بودم زمین و خون میکردم. بسه ببینم، مثل آهنگای هیچکس شروع شد. یه روز خوب میاد اینطوری، هم بیتش هم نوعی که شروع کرد. از دو سبز میکردم، پارکا رو جوب میکردم، بهشت رو حظ میکردم. دوباره تضاد، دوباره ایهام. کمربند رز میبستم، توف هرچی آدم رو پس میکردم، به خدا بد میکردم. اگه من خدا بودم خوشم میاد این آدم ها جدا بودم. چه ترک عجیب و باحالیه، خوشم اومد اینجا. اگه من خدا بودم کلی این آدم ها جدا بودم، با همه شون غر میکردم، به اندازه قطر زمین جا ساختمون رو قبر میکندم. تو عالم خود به اندازه قطر زمین به جا ساختمون رو قبر میکندم. دلش پره. ولی خیلی آهنگش مثل آهنگای هیچکس، مخصوصا یه روز خوب میاده. خدایی میگو اندازه قطر زمین جا ساختمون رو قبر میکندم، تو عالم خدایی میگفتم از حرفم بر میکردم، شیطون رو من میبخشم یا تو 2015 علی جدید خلق میکردم، با این خدا فرق میکردم. او علی کیه؟ 2015 علی جدید خلق میکردم، با این خدا فرق میکردم، خائن و پرپر میکردم، ظالم و سر و ته میکردم، فاسق و شل و پر میکردم، خاک و از بر میکندم، آتیش و سرور میکردم، باور کن که بد میکردم. اگه من خدا بودم باور کن که بد میکردم. تضاد. آتیش و سرور میکردم، باور کن که بد میکردم. اگه من خدا بودم همون اول با ایدی میگفتم خدا اومد، نه جنگ صلیبی بود، نه فلسطین زیر سرات و فنگ، نه یهودی دیگه میگفت اصلا اسلامی هست. اگه من خدا بودم میگفتم یه دین بیازاری انسان. اگه من خدا بودم میگفتم فقط یه دین بیازاری، چیزی که واقعا دنیا بهش نیاز داره، صلح، انسانیت که الان نیست. ولی خداییش اگه من خدا بودم جواب هیچ سوال بی اعتقادی رو نداشتم بگم. بذار یواشم بگم، نه نداشتم بگم، جز یکیش که خدایی هست. من هستم چون مادرم بود، مادرم هست چون مادرش بود، مادرش بود چون تا تهش بود یه علتی که باشی معلولش ما. بافیا خیلی خوب بود. مادرم بود چون مادرش بود یه علتی که بشیم نمیدونم چی، خیلی خوب بود. من هستم چون مادرم بود، مادرم هست چون مادرش بود، مادرش بود چون تا تهش بود یه علتی که باشی معلولش ما. فقط خدا تعریفشونی نیست که تو الان شنیدی. اصلا تو الان چی شنیدی؟ آیه هاشو به عربی، دمت گرم، یادم نبود استاد زبان تو قطری. اینو باید واقعا، این مثلا آهنگ مجازطوریه، این باید تو آلبوم مجاز بود واقعا. اصلا میگم خیلی تو فاز هیچ کسه، مطمئنم خودشم میدونه.
من یه بندم آزارم به مورچه نمیرسه، رو پس الکلم تو کوچه نمیرسه، مست میکنم گوشت خوک میخورم ولی با نام تو سر نه نمیبرم، ناموساتو تو ون نه نمیکنم. میگه من هم گوشت خوک میخورم هم مست میکنم ولی قبل از بریدن سر اسمتو نمیبرم. میدونین وقتی میخوان قربانی کنن یا ذبح اسلامی میگن بعد بگی بسم الله الرحمن الرحیم دیگه، بعد سر رو ببری. خیلی خفن بود این تیکه. فاک خوش میخورم ولی با نام تو سر نه نمیبرم، ناموساتو تو ون نه نمیکنم، به ایرانی بودنم به کوروش کبیر به رستم من نه نمیکنم، افتخار به نژاد اصلیم به داریوش من نه نمیکنم، اتکا همه جهان سرای من، آسمون و زمین فدای هم. هنوز تو ذهنم یه سوال، 8 سال جنگ جهاد تو راه خدا بود و خلیج فارس، این مغز ما هم همیشه به گاس ولش. 8 سال جنگ ایران و عراق، جنگ جهاد تو راه خدا بود و خلیج فارس، این مغز ما هم همیشه به گاس ولش کن، الباقی اجساد کجاست؟ اون بالا هاست بگو آناناس شیر جا شکه آخه کیشه، همه چی متعادل با سلامت، آدم خوشتیب با سلامت، هوا نورانی با تراوت، فرق بین پرستش و علاقه است، پیرن مالدینی بوت بود انواع پرستش یا علاقه، 300 میلیون براش دادن در اومد چشه احد. این یادمه سال 2015 پیرن مالدینی فکر کنم تو ایران هم بود که اومده بود بازی کرده بود یه چیز، یه اتفاقی افتاد سال 2015 دقیقه هم نیست، پیرن مالدینی رو 300 میلیون فروختن، پرستش یا علاقه 300 میلیون براش دادن در اومد چشه احدقه، تو چقدر برای علاقت به خدا میدی، یه صدی کهنه تو صدقه که معلوم نیست میرسه به طرفه یا میشه خرج صادرات سلاح تو عرفه، اینم یه هدفه خدای علف، خدای علف. خیلی خوشم اومده لامصف، سیکه از سنگین ترین آهنگای پوتک بوده که تا الان شنیدیم با هم. آره گفتم choice is yours یعنی انتخاب با خودته، ولی اصل آهنگ 3 دقیقه بود. من گفتم مگه میشه آهنگ پوتک 5 دقیقه باشه، ولی چه آهنگ خوفی بود، واقعا خیلی کیف کردم، هم از لحاظ لیریکال هم از لحاظ فلو خیلی مثل آهنگای هیچکس بود، یعنی قشنگ میتونست هیچ کس باهاش فیت بده. دمتون گرم، دمتون گرم که این آهنگا رو معرفی میکنید، واقعا به اطلاعات عمومی اضافه میشه. همچنان پیشنهاداتون رو توی کامنت بنویسید، از پوتک باشه ببینم 60 پوتک، مثلا دو تا بهرام خب پوتکا رو اول میرم، ولی اگه ببینم 60 بهرام 40 تا پوتکه یا 60 بهرام 60 پوتک بهرام میرم، چون خیلی وقتی که دارم از پوتک میرم. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه، تا برنامه بعدی مخلص.